Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent les amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le bon salam. زیر آسمان پاریس 160مین برنامه با دو گزارش. گزارش دوم کنسرت خانم خاتون هست که به موقع درباره‌اش خواهم گفت، اما گزارش اول در ایامی که در همون روزهای اولی که بریتانیا از اتحادیه اروپا خارج می‌شد، بحث‌ها و سخنرانی‌هایی رو شاهد بودیم چه در محافل ایرانی و چه در غیر ایرانی. اما این شانس و فرصت برای ایرانیان با حضور دکتر شاهین فاطمی، سالها مدیر رئیس بخش دانشکده اقتصاد دانشگاه امریکاییان و همینطور طبیعتاً سالهای سال استاد. در سایه کلمه استاد، وقتی که دکتر شاهین فاطمی با زبان ساده آنچه را که در اقتصاد چه در ارتباط با اتحادیه اروپا چه در ارتباط با مسائل ممکن و موجود در ایران صحبت میکنه، واقعا شنیدنی است. همونطور که گفتم، یکی از امتیازات اغلب استادها و از جمله دکتر فاطمی این است که در پایان سخنان ایشان شما آماده تر هستید برای شنیدن که در ابتدا. مشکل اساسی کارهای سیاسی اینه که مثل کارهای اقتصادی واقعا پایه و مبنای علمی نداره. این سخنرانی که من امشب گوش دادم واقعا آموزنده بود. ای کاش اقتصاددان ها و اونا هم که سیاست درس میدن همین امکانات رو داشتن که بیان روی صحنه نشون بدن به تمام این بافتهای سیاسی رو و نشون بدن که سیاست هاشون مربوط به اون کاره. متاسفانه در امور اقتصادی و سیاسی چنین نیست. یعنی بیشتر مسائل همینطور که امروز ملاحظه فرمودید عاطفیه. یعنی اتفاقی که امروز افتاد، نمیخوام راجع به اون صحبت کنم، بگم که شما سوالی داشته باشید، بزرگترین حادثه زمان ماست بعد از جنگ دوم. یعنی اینکه انگلستان از اتحادیه اروپا خارج شد احتمالاً مقدمه خواهد بود برای برهم خوردن اتحادیه اروپا. و اگر اتحادیه اروپا رو بدونیم از کجا به وجود اومد، این یک پاسخی بود به دو جنگ مهم، جنگ بین الملل اول و جنگ بین الملل دوم. بعد از جنگ دوم یک عده از متفکرین فرانسوی و آلمانی و انگلیسی با هم صحبت کردند و به این نتیجه رسیدن که کشورهایی که با هم تجارت میکنن هیچ وقت با هم جنگ نمیکنن. جنگ بیشتر از رقابت تجارتیه و یا از عدم شناسایی همدیگه. اتحادیه اروپا یکی از بزرگترین شاهکارهای قرن بیستم بود که توانست کشورهای متفاسم، شما یادتون باشه که بین فرانسه و آلمان هر نسلی با هم جنگ میکردن، در 15 میلیون کشته میدادن، دوباره سعی میکردن خودشون آماده کنن برای جنگ بعدی که از 1975 شروع شد، 1870 شروع شد، 1914 دوباره هیتلر سالهای 30 تا 45. و این نتیجه ما الان نسلی که اینجا نشسته، شاید نسل بنده آخرین نسلی بود که جنگ رو دیدیم، جنگ دوم بین الملل که ایران هم اشغال شد. من خوب یادم این که هم لهستانی های پناهنده رو دیدم که چطوری به ایران اومده بودن، بچه هاشون توی خیابان ها بودن، اشغال ایران یادمه. و خب الحمدلله بقیه که اینجا نشستن به استثنای جناب دکتر آموزگار این خاطرات رو ندارم، ولی ایشون یاد شونه بیچون البته جنگ بین الملل اول هم ممکن یاد شون باشه. من 1877 هم یادم
ولی این ژنی بزرگی که چه از نظر اقتصاددان‌های اون زمان لودویگ ارهارد بزرگترینش بود که هم اقتصاد آلمان را احیا کرد و هم از نظر سیاسی کاری که آدورنو و چرچیل و اون نصب کردن، برای اولین بار از نیم قرن، از نیمه قرن پیش تا امروز جنگی نبوده. یعنی لطمه این که دیروز به اتحادیه اروپا خورد اصلا قابل پیش بینی نبود و بسیار احتمال این وجود داره که باعث بشه که تمام اتحادیه اروپا به هم بخوره. در اصل این تاپیک صحبت من نبود و اگر سوالی در این مورد بود صحبت می‌کنم. من می‌خواستم خیلی خلاصه راجع به اون قسمتی از اقتصاد که تخصص من هست در ارتباط با ایران صحبت کنم و اون هم پول و بانک و بانکداریه. میگن هر کسی دنبال اون چیزی میره که نداره. بنده علاقمند بودم به اینکه چطور میشه پولدار شد، چطور میشه پول درآورد، ولی خب مثل اینکه راهش خوندن اقتصاد و بانکداری نیست. ببینید، بانک و بانکداری شاید واقعا از مهمترین بخش اقتصاد هر مملکتی باشه که کسی متوجه اون نیست. یعنی اگر شما به اقتصاد کلان یک مملکتی نگاه کنید، این به دو شعبه تقسیم میشه: اقتصاد مالی، بخش مالی و بخش پولی. بخش مالیش اونجاست که دولت‌ها از شما، از بنده، مالیات میگیرن و بعد یک خدماتی را عرضه میکنن که اونم الان نشون میدن بسیار نقش مهمی میتونه بازی کنه. بخش پولیش پول بانک و بانکداریه. این دوتا باید با هم کار بکنن. یعنی زمانی که اقتصاد یک مملکتی در حال رکوده، شما میبینید که بودجه های اون مملکت بودجه به اصطلاح فزونی هست. یعنی بودجه ای که دولت از مالیات ها کم میکنه برای اینکه بیشتر پول تو دست مردم باشه و این به مخارج دولتی اضافه میکنه. یعنی چه؟ یعنی بودجه دولت که از مالیات و درآمد هست یک بودجه میشه که کمبود داره و این لازمه برای به جریان انداختن مجدد اقتصاد. این بخش مالیه. بخش پولی اصلا به دولت ارتباطی نداره. در ممالک عقب افتاده ای که بخش پولی هم دست دولته، جز ویرانی و بدبختی، هیچ نتیجه ای نداشته. چرا؟ بانک مرکزی باید از دولت مستقل باشه در تمام کشورهای پیشرفته. چرا؟ برای اینکه بانک مرکزی وظیفه‌اش اینه که قدرت خرید پول را حفظ بکنه. قدرت خرید پول یعنی چه؟ یعنی کم بودن تورم. یعنی وقتی قیمت‌ها بالا میره، ارزش پول پایین میاد. اونهایی که دولت دستشونه، اونها خیلی علاقه دارن مثلا موقع انتخابات پول بین مردم پخش بکنن تا اون آقا انتخاب بشه. بعد که رفت 4 سال یا 6 سال اونجا نشسته، براش فرق نمی‌کنه که تورمی که ایجاد شده. اما در کشور پیشرفته به همین دلیل بانک مرکزی رو مستقل کردن که هیچ نخست وزیری، هیچ رئیس جمهوری نمیتونه به رئیس بانک مرکزی تحکم بکنه که پول زیادتری باید، نرخ بهره باید پایین بیاد، پول زیاد باید در اقتصاد باشه. برای اینکه وظیفه بانک مرکزی حفظ ارزش پوله. ارزش پول هم ارزش نسبت معکوس داره با نرخ تورم. هرچه نرخ تورم بیشتر باشه، ارزش پول بیشتر پایین میره. بنابراین این جنگ همیشه وجود داره بین سیاستمدارها که همیشه علاقه دارن موقع انتخابات یک وفور ظاهری ساختگی به وجود بیاد، همه شغل داشته باشن و سال بعدش که این پول زیادی که توی بازار ریخته شده تورم ایجاد بکنه، اون بابا انتخاب شده 4 سال دیگه هم رئیس جمهوره. تورم که اینقدر ما راجبش میشنویم یک عامل بیشتر نداره و اون هم پوله. وقتی که پول زیاد در اقتصاد باشه، وقتی که بانک مرکزی اعتبارات رو زیاد بکنه. حالا ممکنه شما سوال کنید که بانک مرکزی چطوری پول مملکت رو زیاد میکنه؟ ببینید، پولی که ما باش سر کار داریم
اسکناس و پول خورد نیست، اون یه بخش کوچکی از پوله. اون معمولاً در یک مملکتی مثل امریکا 20% 22% در ایران هم باید در همین حدود باشه، شاید کمی بیشتر. ولی اون چیزی که مهمه اعتباره. وقتی که شما میرید تاجر هستید، سرمایه گذار هستید، میرید 5 میلیون یورو از بانک قرض میکنید، اینو برای چه قرض میکنید؟ قرض میکنید در اینکه سرمایه گذاری بکنید. وقتی سرمایه گذاری کردید، تاجر هستید، کار ساختمانی میکنید، کارخونه دار هستید، صاحب صنعت هستید، اینا کار ایجاد میکنید. ولی شما در چه شرایطی این پول رو قرض میکنید؟ در چه شرایطی شما ریسک میکنید برید از بانک بهره بدید 5% و 10 میلیون قرض بکنید؟ به چه امیدی؟ به امید این که بعد اون سرمایه گذاری که میکنید اقلا 10% سود داشته باشید. بعد که دیوانه که نیستید از بانک پول خرج بکنید. حالا اگر بازده سرمایه گذاری فقط 10% و نرخ بهره مثل امروز ایران 18% 20% هست، شما نمیرید این کار بکنید. حالا برگردیم به ایران. مشکلی که ما در ایران داریم اینه که بانک مرکزی ایران هیچ وقت مستقل نبود، چه در قبل از انقلاب و چه امروز. بانک مرکزی وابسته است به وزیر دارایی، درست مثل اینه که شما به اصطلاح کلید مغازه قصابی رو به دست گربه بسپارید. دقیقا همونه. یعنی هیچ وقتی که دولت هر کاری دلش بخواد بکنه با بانک مملکت، سرنوشتش حکومت آقای احمدی نژاد و تورم 40% که ایشون به ارث گذاشت برای روحانی. و این اندازه‌گیری تورم باید مستقل از حکومت باشه. اگر دست حکومت باشه، با همین تغییر دادن این در صدی هایی که در نرخ تورم هست اونها میتونن. ولی اینکه کسی به طور تصادفی گرونی رو حس بکنه، این معیار خوبی نیست. معیار واقعی واقعا همون کاری است که بانک های مرکزی میکنن، که یک سبد دارن که همه چیز درش هست. همه چیز، با همه چیز منظورم همه اون مصارفی است که یک خانوار باش کار میکنه، و اینها هر کدوم یک وزن معین داره. مثلا اجاره خونه اگر 25% در اون اندازه گیری که اونها میکنن، 25% به اون وزن میده. برای اینکه این کار بشه، اون مقام باید جدا از حکومت باشه. برای همین که صحبت وقتی از استقلال بانک مرکزیه، دو دلیل داره. یکی اینه که پول مملکت رو از ارزش نندازن، اتفاقی که زمان احمدی نژاد افتاد و در دولت های دیگه هم پیش اومد. چرا؟ برای اینکه هر وقت که دولت پول کم داره از بانک مرکزی قرض میکنه. خب بانک مرکزی چیکار میکنه؟ سابق میگفتن اسکناس چاپ میکنه. نه، لازم نیست که اسکناس چاپ کنه. امروز اسکناس یک بخش کوچکی از پول یک مملکته. اعتبارات رو زیاد میکنه. وقتی اعتبارات رو زیاد بکنه، از ارزش پول پایین میاد. هرچه پول بیشتر باشه در گردش، ارزش پول بیشتر پایین میاد و قیمت ها. وقتی ارزش پول پایین میاد، یعنی قیمت ها بالا میره. به همین دلیل درس بزرگی که در 30-40 سال گذشته در اقتصاد دنیا یاد گرفتن، حتی در فرانسه، حتی در کشورهای دیگر اروپا، استقلال بانک مرکزی. که بانک مرکزی نباید به دست دولت باشه، بانک مرکزی باید مستقل باشه. اون وزیر داراییه که جزو دولته. و این دوتا سیاست مالی که معنیش مالیات و پولیه که دولت خرج میکنه، یک طرف، اون طرف هم سیاست پولی که نرخ بهره است که بانک مرکزی معین میکنه. شما زمانی که میخواید اقتصاد مملکت مثلا تورم داره،
تورم رو کم بکنی. در قسمت مالی دولت باید مالیات رو زیاد بکنه و مخارج دولتی رو کم. بانک مرکزی هم باید هماهنگ همون زمان مقدار پولی که در گردش هست رو چه صورت اعتبار و چه صورت اسکناس کم بکنه. وقتی کم کردن تورم پایین میاد. تورم چیه؟ تورم وقتی است که نرخ رشد پول بیش از رشد تولیدات. یا فرض بفرمایید توی این اتاق مثلا فرض کنید این یک اقتصاد باشه و ژتون پخش بکنه، به هر کسی 5 تا ژتون بده. اون کاری که شما با این ژتون میتونید بکنید، مثلا توش باش غذا بخریدید، بوفه اونجا هست که غذا میفروشن. بله پوکر هم میشه. نه پوکر نمیشه. اونجا اگر که ژتونی که به شما میدن بیشتر از مقدار غذایی باشه که تهیه دیدن، نتیجه میشه که همه رو میدونن به اون طرف و غذا هیچ نظم و ترتیبی در کار نمیمونه. اقتصاد هم درست مثل همونجا میمونه. یعنی میزان اگر رشد اقتصادی مملکت 3% در سال، پول هم باید 3% زیاد بشه. اگر کمتر رشد بکنه بیکاری ایجاد میشه، یعنی مردم نمیتونن برن، پول ندارن جنس بخرن، وقتی جنس ندارن شرکت هم چیزی تولید نمیکنن، کارگرها بیکار میشن. اگر گسترش پول بیشتر باشه از رشد تولیدات، اون هم باز مردم هجوم میارن جنس بخرن، تمام میشه، بازار سیاه به وجود میاد. از این اختلافات نمیدونم شما رو گیج کردم یا توضیح دادم، ولی یادتون باشه که این بخشی از اقتصاد بود، ولی بخش حساسش بود، بخشی که در اقتصاد رو که تقسیم میکنن اسم فرنگیش هست، فارسی بهش میگن اقتصاد کلان و اقتصاد بنگاه. اقتصاد کلان مکرو اکنامیکسه که راجع به تمام مملکت حرف میزنه. اقتصاد بنگاه مایکرو اکنامیکسه که مثلا اگر شما صاحب این رستوران، هیچ وقت نمیاد کارمندی بیش از اون چی که احتیاج داره استخدام بکنی و نرخی هم به اون کارگر که به اون کارگر میپردازه باید در حدود کاری باشه، ارزشی باشه که اون تولید میکنه و الا این آدم ورشکست میشه. و این درشته ارتباط مستقیم با هم ندارن، چون یکیش بستگی به تولید کنندگان و مصرف کنندگان داره، اون یکی که اقتصاد کلانه با مالیات و مخارج دولت و بانک مرکزی بستگی داره. هیچ فرقی نمیکنه. شما وقتی میگید خصوصی سازی یعنی چه؟ یعنی اینکه این صنعت بزرگ صاحبانش بین مردم تقسیم بشن، مردم وقتی سهام داشته باشن، مثل کاری که در لهستان شد بعد از کمونیسم در اروپای شرقی شد. ببینید الان تمام این شرکت هایی که در اروپای شرقی ضرر میدادن امروز با شرکت های اروپای غربی رقابت میکنن. چرا؟ برای اینکه باید پاسخگو باشن به صاحبان سهام، نه به رئیس حزب کمونیست، نه به دولت. این اگر که فلان شرکت به اندازه کافی درآمد نداشته باشه، من سهامشو میفروشم. وقتی سهامشو بفروشم ارزش پایین میاد. وقتی ارزش پایین بیاد هیئت مدیره رو عوض میکنن صاحبان سهام. یعنی در یک شرکت خصوصی مسئولیت پذیری به وجود میاد، در حالی که در یک شرکت دولتی هرکیه مال ملت، هرکس برد برد، هرکس خورد خورد، دست آخر هم یکی دیگه انتخاب میشه، حرفای علیه اونی که قبل از اون بوده حرف میزنه، در حالی که خودشون همون کار رو ادامه میده. و حالا دومین بخش گزارش در زیر آسمان پاریس، خانم خاتون یکی از فعالان هنری در حیطه آواز، نزدیک به 2 دهه در پاریس به فعالیت‌های هنری خود ادامه می‌دهد، دور از جنجال، اغلب در سالن‌های غیر تجاری. معناش این نیست که دیگران در تضاد با او فعالیت می‌کنند، اما گوشه‌گیری او تا اندازه زیادی به شخصیت و نوع کارهای او برمی‌گردد. در هفته‌های پیش
آخرین کنسرت او رو با همراه استاد دیگر در پاریس ضبط کردم و امیدوارم مورد توجه شما قرار بگیره. Oh, hallelujah.
برنامه امشب ما با خانم خاتون پناهی برنامه است از ترانه های کلاسیک ایرانی. باید این را دانست که موسیقی هر کشور به چند بخش تقسیم میشه. موسیقی بومی داریم، محلی، فولکلور، موسیقی مردمی داریم، ترانه های وقیته، موسیقی کلاسیک داریم که آهنگسازان دانا و آگاه میسازند، نوت مینویسند و اینها رو به اجرا میگذارند. باید این اشتباه رو هم تقریبا از ذهن همگانی بیرون بیاریم که موسیقی ایرانی فقط اون ترانه هایی که روز و شب پخش میشه نیست. دستگاه های ما 12 تا دستگاه، 7 تا دستگاه، 5 تا مایه، اینها از هزاران سال پیش از پدران و نیاکان ما اومده. به این ساز 2700 سال رد و پا داره قربان. 700 سال پیش از مسیح این ساز بر روی سنگ کندکاری شده و اون کندکار، استاد تراشکار سنگ، نام و تاریخ اون زمان رو گذاشته روی اون سنگ. بنابراین این تنها سند معتبر و درستی است که در دست ماست امروز و میدانیم که دست کم 2700 سال این رد پا داره. اجازه بدید پیش از هر چیز به شما تبریک بگم، به دلیل اینکه بعد از دهه ها یکی از ایرانی ترین شب ها رو با استاد اخباری به علاقمندان حاضران ارائه دادید. اولین پرسشی که بعد از این همه کار شنیده میشه، با سابقه شما، حضور شما استاد اخباری چه استثنایی بود نسبت به کنسرت های قبلیتون؟ فکر میکنم همون کیفیت تصنیف هایی که خونده شد، تصنیف هایی که به ندرت خونده میشه، به نام به اصطلاح خودم تصنیف های زیرخاکیه که استاد غنی هستن از این جهت، خیلی شناخت دارن روی تصانیف قدیمی و میشه گفت کم خونده شده یا خونده نشده. دقیقا. و به خاطر همین من برام خیلی جالبه، یعنی الان 15 ساله که من استادو میشناسم، از سال اولی که اومدم به پاریس با استاد یک گوشه هایی کار داشتیم، ولی اینطور کنسرت به عنوان کنسرت و روی صحنه با هم و اون هم با فقط یک ساز سنتور و فقط خواننده اولین کارمون هست. امیدوارم ادامه پیدا بکنه. حتما. اتفاقا حسی بود که در جمع حاضرین دیدم و باز یک پرسش موازی، این که شما مشبق استاد بودید بدونی که مقامه ایشون رو بیارم پایین، یا ایشون در سازی که نواخته میشد و آوازی که شما میخوندید؟ در جایگاه نیستم واقعا اینو بگم، چون تجربه و بله بله، شاید به خاطر اینکه یه مقدار از نظر تفکر هارمونی هست در انتخاب تصنیف ها، یعنی تا اینجا این چندین سالی که من استادو میشناسم هر تصنیفی رو که به من معرفی کردن واقعا به دلم نشسته و چیزیه که با سلیقه من همخونی داره و این خیلی کمک میکنه به کار، یعنی با اینکه ایشون خیلی دقت میکنن به اینکه آهنگی رو که به من معرفی میکنن، تصنیفی رو که معرفی میکنن، من واقعا باش ارتباط برقرار میکنم یا نه، و تا مطمئن نشدن ادامه نمیدیم کارو. به خاطر همین من واقعا به تصنیفا هر کدومو که میخواستیم انتخاب بکنیم، کدومش رو حذف بکنیم یا نخونیم یا بعدها بخونیم نمیتونستم، دلبستگی پیدا کرده بودم به همه اونا که واقعا بهشون گفتم بچهای من هستن، اینا نمیتونم ازشون چشم بپوشم. و اینکه خب شاید دو جانبه است، خب من خیلی کسب میکنم از تجارب استاد، خیلی کسب میکنم، واقعا دریاییم، یک شانس بود برای من خصوصا که تو این وادی هستم. حالا با صدام نمیدونم اذیتتون کردم یا خوشایندتون بود، ولی دست کم بله بهره بردین از ساز زیبای استاد و خب من میآموزم، خیلی ازشون میآموزم. به عنوان پرسش آخر، پرسشی است تکراری اما لازم، کسانی مثل شما که بیرون از ایران فعالیت دارن و علاقمندانی در داخل، چگونه این ارتباط ها برقرار میشه برای اینکه بتونن کارهای شما و دیگر هنرمندان خارج از ایران رو بشنوند؟ سوالیه که خیلی پرسش میشه از من دست کم و میدونم که سایر همکارانم هم همین پرسش رو دارن. من از طریق لینک هایی که میذارم روی فیسبوک و یا به صورت شخصی، به صورت پیام های شخصی میفرستم برای کسانی که خصوصا جوان ها
خیلی میپرسن آیا سی دی دارید، آیا دسترسی هست به آهنگاتون، به کاراتون، و یا روی یوتیوب لینک ها رو براشون میفرستم. و خب یه مقدار از نظر سرعت اینترنت و اینا مشکله برای جوان های داخل کشور و کلا عزیزان داخل کشور.